فیلم سینمایی کلوزآپ، نویسنده، کارگردان و تدوینگر عباس کیارستمی. فیلم بر اساس یه ماجرای واقعی ساخته شده. این جمله‌ای که اول فیلم می‌بینیم و اشتیاق برای دیدن ادامه ماجرا بیشتر میشه. داستان در مورد فرد واقعی به نام حسین سبزیانه که عاشق سینماست و خودش رو محسن مخملباف معرفی میکنه که اون سالها خیلی با فیلم بایسیکل ران سر زبون‌ها افتاده بود. امروز روز دوم که این مرد افغانی داره رکاب می‌زنه. همین من تو پاکستان و همین من تو هند یه قطار با چشم. تو فیلم های کیارستمی همیشه راننده و جاده نقش مهمی رو ایفا میکنن و تو این فیلم هم 15 دقیقه اول فیلم توی ماشین و توی راه میگذره و نکته جالب اینه که تیتراژ ابتدایی فیلم تازه وقتی 15 دقیقه از فیلم گذشته نشون داده میشه. ویژگی مهم این فیلم اینه که هر بازیگری نقش واقعی خودش رو بازی کرده. مثلا سربازی که تو فیلم سبزیان رو دستگیر میکنه همون سربازیه که در واقعیت هم سبزیان رو دستگیر کرده. این فیلم نمونه موفق سینمای مستنده که بر اساس داستانی مشخص واقعیت رو دنبال میکنه. اسم فیلم خیلی هوشمندانه انتخاب شده و دلالت بر این داره که ما زندگی حسین سبزیان رو از نمای نزدیک میبینیم و از نمای نزدیک به وضعیتی نگاه میکنیم که کم کم تبدیل به یک بحران میشه. این فیلم یکی از خلاقانه ترین فیلم های ایرانیه که معلوم نیست مستند یا داستان. در این که بعضی از نماهای فیلم بازسازی شدن شکی نیست، مثل نمای سوال و جواب کردن از سربازا. اما صحنه های دادگاه چی؟ واقعا تشخیص این که نماهای دادگاه مستنده یا این که بازسازی شده خیلی سخته. ما قراره که فیلم برداری کنیم از این، خواستیم ببینیم که راضی هستی فیلم بگیریم از این دادگاه یا نه. بله چون مخاطبم. فیلم کلوزآپ همون جوری که نواب گفته به سبک خاصی از فیلمسازی به نام سینما وریته تعلق داره که تو اون سعی میشه فیلم تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشه و به خاطر همین خیلی جاها بدون دکوپاژ و بدون صحنه بندی فیلم برداری میشه. حتی توی تدوین هم تلاش میشه که واقعیت حفظ بشه، مثل آخر فیلم که میکروفون مخملباف خرابه ولی این سکانس با همون میکروفون خراب تو فیلم گنجونده میشه. فیلم همینطور مستند داستانی هم محسوب میشه، یعنی بخشیش به بازسازی وقایع که تو واقعیت افتاده میپردازه و بخشش انگار واقعا همون لحظه که فیلم برداری میشه اتفاق میفته. یکی از چیزایی که باعث شده این فیلم خیلی واقعی به نظر بیاد اینه که در سینمای داستانی اگر دقت کرده باشید کسی کلمه ای رو اشتباه به زبون نمیاره، ولی توی این فیلم انگار بازیگر داره خودش دیالوگ میگه و باعث میشه که بعضی جا برگرده و حرفش رو تصحیح کنه. این دوربین هست، لنز کلوزآپ. میدونی که کلوزآپ چیه؟ بله. یک دوربین هم هست، اون دوربینی که سمت نه نمیدونم نامش من دقیقاً نمیدونم. نه دوربین. یا خیلی از نماها در خدمت داستان نیست، مثل گفتگوی راننده تاکسی با خبرنگار که یک سکانس خیلی طولانیه ولی فقط چند تا جمله داره که در خدمت داستانه. عمده اونها فضا سازی که به رئال تر شدن فیلم کمک میکنه. نه من اونجا کار نمیکنم چون شغل اصلیم نیست. افسر بازنشسته نیرو هوایی ام فعلا که نیرو زمینی داریم کار میکنیم. تو فیلم میبینیم که میکروفون صدا بردار بارها وارد قاب میشه. این به خاطر مستند بودن فیلم قابل درکه، ولی بعضی جاهای فیلم که به صورت داستان بازسازی شده همین اتفاق میفته که معلوم نیست این کار پیش بینی نشده است یا فیلمساز قصد داشته به مستندتر شدن فیلم حتی موقع بازسازی هم تاکید کنه و شاید میشه اینو گفت که کل فیلم یک بازسازی باشه، ولی در بعضی جاها مثل صحنه دادگاه جوری بازسازی شده که مخاطب فکر کنه اینا واقعا مستند هستن. همینطور که میرفتیم تو راه ایشون صحبت میکرد به عنوان مخملباف، راجب فیلم های صحبت میکرد، میگفت سوالی اگه داری بپرس. و پویا هم به همین نکته اشاره کرده و گفته فیلم کلوزآپ نه مستند نه داستانی و کیارستمی روی مرز باریک تخیل و واقعیت راه میده و حسین سبزیان هم باورپذیرترین کاراکتر سینمای ایران، کسی که تا پای جونش هم برای عشقش میره و قربانی میشه. فیلم نشون میده که چی میشه که امثال سبزیان بخوان جای کس دیگه ای باشن و چجوری تبدیل به یک مجرم میشن. یک جای فیلم آقای مخملباف دیالوگ قشنگی میگه که شاید بهترین دیالوگ فیلم باشه. حالا مخملبافی بهتر یا حسین سبزیانی؟ مرد سایی من خودم از مخملبافی
این فرد میگه که حالا چرا میخوای مخمل بافشی؟ حدس من اینه که شما در اونجا میگید که من خودم هم تازه پشیمونم از مخمل بافشی، خسته شدم، تو چرا میخوای جای من باشی؟ جالبه بدونید که حسین سبزیان سال 84 تو سن 52 سالگی بر اثر سکته قلبی از دنیا میره. اون در متری شلوغی در تهران بوده و چون آسم داشته دچار مشکل حاد تنفسی میشه و به کما میره و چند ماه بعدش هم از این دنیا میره. سال 1375 یه مستندی در مورد سبزیان ساخته شد به نام کلوزآپ لانگ شات که تو اون نشون میده که سبزیان یه انسان مشکل دار و آشفته است که زندانی سینماست و بیماری جنون اغراق‌گرایی داره. اینو به همه جهانیان میگه. کار کوچیکی من نکردم. کاری کردم که من عشق به سینما رو با اون حرکت غیر عاقلانه بسپاس رسوندم. همچنین یه مستند دیگه هم به اسم عشق هفتم در مورد سبزیان ساخته شده و آزاده اخلاقی هم با حمایت خود کیارستمی مستند مدرسه سینمایی سبزیان رو ساخت. نمای طولانی غلط خوردن قوطی اسپری در تمام فیلم‌های کیارستمی یکی از شاخص‌ترین اونهاست و یکی از خلاقیت‌های کیارستمیه که به جای اینکه ما وقایع درون خونه که اتفاقات مهم داستان رو ببینیم، میایم یک اتفاق بی اهمیت از یک آدم بی اهمیت داستان رو می‌بینیم و همین ما رو ترغیب می‌کنه برای دنبال کردن داستان. از این نما میشه نتیجه گرفت که انسان‌ها چقدر علاقه به انجام کارهای بیهوده دارن و ازش لذت میبرن. راننده بعد از لگد زدن به قوطی لبخند میزنه. حتی خبرنگار هم وقتی به اون لگد میزنه خوشحالی میکنه. در مورد صحنه‌های آخر فیلم که صدای قطع و وصل میشه و از یه جایی به بعد کلاً قطع میشه و به جاش آهنگ پخش میشه، باید گفتش که احتمالاً کیارستمی از قصد این کارو کرده و این مفهوم برداشت میشه که حریم شخصی سبزیان وقتی داشته خودشو برای مخمل باف تعریف میکرده حفظ بشه و بیشتر از این تأخیر نشه. خیلی ارزشش داره. الان دیگه من اصلا فهمیدم چیه. یعنی عمدی بود، ولی این عمدی در جهت معنای فیلم بود. جالبه بدونید که نماهای فیلم با دو دوربین فیلم برداری شدن. نماهای دادگاه با دوربین 16 میلیمتری و بقیه نماها با دوربین 35 میلیمتری و باز هم معلوم نیست که این اجبار دادگاه بوده یا تمهید خود کیارستمی. داستان ساخت این فیلم از اونجا شروع میشه که در سال 68 مجله سروش داستانی در مورد بدل مخمل باف منتشر میکنه و کیارستمی هم وقتی از این پرونده مطلع میشه سریعا به ساخت فیلم اقدام میکنه. اما منتقد نیویورک تایمز گفته که من با مخمل باف و کیارستمی به طور جداگانه مصاحبه داشتم و هر کدوم داستان متفاوتی از شکل‌گیری فیلم رو تعریف کردن. کیارستمی گفته که اون مجله از ابتدا توی دفترش بوده و خودش ایده ساخت این فیلم بر اساس این پرونده داده. اما مخمل باف توی مصاحبه جداگانه گفته که اون مجله رو به دفتر کیارستمی برده و ایده ساخت فیلم رو بهش داده و کیارستمی هم بهش گفته تو خودت نباید این فیلم رو بسازی چون یکی از شخصیت‌های اصلی فیلمی. خبرش به من رسید از طریق مجله سروش. با آقای کیارستمی خیلی دیر رسیدم سر قرار. گفت چرا دیر اومدی؟ گفتم این اتفاق افتاده. در جا گفت من این فیلم رو میسازم. من زنگ زدم به مخمل باف و گفتم بیا همچی داستان داری میدونی؟ گفت آره. گفتم من میخوام برم اون خونه اینا رو ببینم، اگه میخوای بیا با هم بریم. وقتی ما در زدیم گفتن کیه؟ من گفتم مخمل بافم و اون خانواده گفتن باز این آمد و به هر جهت به سختی ما رو راه دادن. گفتم من کیارستمی ام، میخوام که پدرتون رو ببینم. گفت ما تازه از گیر یه مخمل باف قلابی رها شدیم، نمیتونیم تحمل کنیم یه کیارستمی. وقتی فیلم در سال 69 برای اولین بار در ایران پخش شد با واکنش های منفی زیادی روبرو شد، اما برعکس در خارج ایران خیلی موفق بود و در پایان دهه 90 به عنوان یکی از مهمترین کارگردان‌های دهه توسط منتقدان آمریکایی انتخاب شد و اون سال خیلی از منتقدین فیلم کلوزآپ رو بهترین فیلم تاریخ سینما ایران معرفی کردند. فیلم کلوزآپ انقدر در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت، در کنار کلی جایزه بین‌المللی که گرفت، ماهنامه سایت اند ساند این فیلم رو جزو 50 فیلم برتر تاریخ سینما قرار داد و نانی مورتی فیلمی درباره اولین نمایش این فیلم در روم ساخت با نام روز افتتاحیه کلوزآپ. همچنین کیارستمی به خاطر این فیلم و سابقه درخشانش نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه هم گرفت. جالبه
ببینید کارگردان‌های بزرگی کیارستمی رو ستایش کردن، مثل مارتین اسکورسیزی که کیارستمی رو نماینده عالی ترین سطح هنر در سینما میدونه. Quiet, very careful with his words. You know, always thoughtful and always studying everything, but it wasn't cold, it was some other thing going on. و یا جمله معروف ژان لوک گودار در مورد کیارستمی که گفته سینما با گریفیث شروع میشه و با کیارستمی پایان مییابه. جالب بدونید مرداد ماه همین امسال هم مجله فار اوت انگلیس فهرستی از شاهکارهای سینمایی جهان تهیه کرده که در بین 25 فیلم، فیلم کلوزآپ کیارستمی هم در کنار فیلمسازهایی مثل تارکوفسکی، گودار، بونوئل و کیشلوفسکی وجود داره. فیلم‌های کیارستمی به خاطر سبک منحصر به فرد و خلاقانه‌ای که داره خیلی در سطح بین‌المللی بهش توجه شده و تونسته جایزه‌های زیادی رو ببره که یکی از اونها نخل طلای کن برای فیلم طعم گیلاس بوده. Ce fut la surprise du dernier festival de Cannes. Abbas Kiarostami, réalisateur iranien inconnu du grand public, décroche Kiarostami رو در کنار سهراب شهید سالس و پرویز کیمیاوی آغازگر موج نوئی در سینمای ایران می‌بینه. که فیلم‌هاش سادگی خاصی داره. انقدر ساده که شما فکر می‌کنید مستنده، یعنی که کارگردانی وجود نداره. عباس کیارستمی کار هنری رو از دوره نوجوانی با نقاشی شروع کرده و با ساخت پوستر و تیتراژ وارد سینما شده که ساخت تیتراژ فیلم قیصر و رضا موتوری از تیتراژهای معروف ایشونه. و فیلم کوتاه نان و کوچه در سال 49 اولین فیلم ایشون. جالبه بدونید که کیارستمی در تلویزیون قبل از انقلاب بیشتر از 150 آگهی بازرگانی هم ساخته. شاید براتون جالب باشه و کمتر کسی بدونه که کیارستمی آهنگسازی میکرده، طراحی صحنه، پوستر، لباس، تدوین، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، بازیگری، تهیه کنندگی، عکاس، گرافیست، معمار، شاعر، نویسنده کتاب و حتی رهبری اپرا رو انجام داده و خلاصه میشه گفت یه هنرمند تمام عیاره. به طور مثال حتماً اثر چیدمان هفت چنار ایشون که توی خانه هنرمندان هستش رو دیدید. عباس کیارستمی در سال 76 گفته بود که میخوام با مرگ خودم بمیرم، نه با مرگ پزشکی. ولی به این آرزوش نرسید و در سال 95 به خاطر اشتباه پزشکی در یکی از بیمارستان‌های فرانسه درگذشت.